حتما برات پیش اومده که زنبور نیشت بزن و کلی آهو نفرینش کنی و اگه تا حالا زنبور نیشت نزد و فکر میکردی که خیلی خوششانسی، مثل اینکه اینطور نیست محققین میگن نیش زنبور واقعا میتونه ویروس اچایوی رو از بین ببره و تازگی ها فهمیدن که نیش زنبور حتی سلول های سرطان سینه رو هم هدف قرار میده و اگه این آقا رو یادتون باشه گزندم باسنشون را مریض فردا بلند رفته یعنی مبتلا به کرونا به کرونا باید دید که آیا نیش زنبور واقعا در درمان کرونا موثره یا خیر خب اگر اولین باره که اینجایی من دکتر شوبر هستم حتما چنل من رو سابسکرایب کن که هر هفته ویدیوهای به درد بخوری منتشر میکنم که صد در صد در سلامت خودت و خانوادت تاثیر مثبت میذاره. خب برگردیم به زنبور و نیشش. داخل نیش زنبور زهر زنبور وجود داره و داخل زهر زنبور سمی به نام ملد که هرچی که لمس کنه رو سعی میکنه نابودش کنه. دکتر جاشوا هود موفق به ساخت ذرات نانویی شد که هم محافظ دارند و هم میتونن حامل زهر باشن. همونطور که میدونین ویروس ها نسبت به سلول ها کچکترن. دکتر هود این ذرات نانایی رو ساخت که سلول های نرمال رو کنار بزنن و برن سراغ هدف اصلی یعنی ویروس HIV زهر زنبور لایه محافظ ویروس HIV رو میشکنه و با این کار به عفونت اولیه پایان میده. اما هنوز نمیتونه کسی که به ایدز مبتلا شده درمان کنه. همونطور که گفتم زهر زنبور اصل میتونه سلولهای سرطان سینه رو در چند دقیقه از بین ببره. طبق تحقیق انجام شده به موش که سرطان سینه داشتن زهر زنبور اصل داده شد و نتیجه به دست اومده بسیار شگفتانگیز بود. و نشون دهنده مرگ تومورهای سرطانی ایجاد شده در این موشها بود اما گفتند که هنوز برای بیماران انسانی آماده نشده اما مشکل چی؟ مشکل فقط هدف قرار دادن سلول های سرطانیه یعنی ممکنه با برخورد به سلول های نرمال اونا رو هم از بین ببرند. مشکل دیگه هم اینه که این مواد رو باید به صورت اینتراوسکولار تزریق کرد و خب این حجم زیاد از سم رو به شخص تزریق کنی طبیعتا میتونه خطرناک باشه پس نیازمند کار و بررسی بیشتره اما خب خبر خوش اینجاست که امروزه میشه دارو رو به صورت مستقیم به تومورهای سرطانی رسوند در حال حاضر دانشمندان با استفاده از مهندسی ویروسها قابلیت حمل دارو رو به اونها اضافه میکنه تا با حمل داروی مخصوص کشتن سلول های سرطانی به این سرطان ها پایان بدن البته امیدوارم که این ویروس های مهندسی شده فقط بتونن دارو حمل کنن خب حالا بریم سراغ رابطه ی ویروس کرونا با نیش زنبور یک نظرسنجی در چین از 5115 زنبوردار گرفته شد و در نتیجه هیچ کدوم از این زنبورداران علائم کووید 19 رو نشون ندادن. پس از اون با پنج متخصص درمانی در ووهان مصاحبه میشه و 121 بیمار از کلینیک آپیتراپی در اونجا مورد بررسی قرار گرفته میشه. این بیماران از اکتبر تا دسامبر 2019 آپیتراپی دریافت کردند. این پنج متخصص درمانی برای مراقبت های بهداشتی خودشون عادت به خود درمانی با آپیتراپی داشتن. آپیتراپی به معنی استفاده از سم زنبور برای درمان و پیشگیری از بیماری های خاصه. بدون هیچ گونه اقدامات محافظتی دو نفر از این پنج متخصص درمانی رو در معرض موارد مشکوک به کووید 19 قرار میدیم و سه نفر باقی رو در معرض موارد تایید شده کووید 19 قرار میدیم. اما در نهایت دیدیم که هیچ کدوم از اینها آلوده نشدن. هیچ کدوم از اون 121 بیمار هم به کووید 19 مبتلا نشدن. حتی سه نفر از این بیماران با اعضای خانواده در تماس بودن که تست کروناشون مثبت اومده بود. ممکنه تصور بشه که زنبورداران کمتر در معرض کووید 19 قرار میگرد زیرا در مناطقی هم که کم جمعیت هستش و روستایی اما این پنج متخصص و بیمارانشون از مناطق پر جمعیت ووهان هستن. بعدها این فرضیه که ایمنی نسبت به سم زنبور اصل میتونه یک اثر پیشگیرانه نسبت به ویروس کرونا داشته باشه مطرح شد. سم زنبور اصل میتونه بر تنظیم کننده های سلولتی تأثیر بذاره. برای اونایی که نمیدونن سلولتی چیه، وظیفه این نو سلول که به لنفوسیت تی هم معروفه، کشف و نابودی عوامل بیماریزا و سلول های آلوده است. از اونجا که سلول های تی تا سالیان مدیدی پس از عفونت در خون باقی میمونن در حافظه بلند مدت دستگاه ایمنی بدن نیز نقش ایفا کن در کل زنبوردارانی هم بودن که بعد از بیرون اومدن این نظرسنجی بهش واکنش نشون دادند که اونا با حدود دیویس بار گزیده شدن در سال اخیر باز هم به کووید 19 مبتلا میشن و علائم داشتند. پس فعلا جهان به عنوان درمان اصلی به سم زنبور نگاه نمیکنه و محققین امروزه در حال بررسی و تکمیل آزمایشاتشون روی نمونه های حیوانی هستن خب اگر از این ویدیو لذت بردی حتما لایکش کن شیرش کن و سابسکرایب یادت نره خب به انتهای این ویدیو رسیدیم من ویدیوهای دیگه ای دارم که میتونی ازشون لذت ببری پس دکمه سابسکرایب رو لمس کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن